سلام به همگی به درس ششم خوش اومدین تونتون داریم جلسات این دوره رو پشت سر میگذاریم ولی فکر میکنم این جلسه قلبتون رو حسابی لمس بکنه در مورد انگیزه ها و نیت ها میخوام صحبت کنیم پس برای یادآوری باید بگم به هر یکی از ما به شکلی خاص عطایایی داده شده میتونیم هر طور که میخوایم از عطای سپرده شده استفاده بکنیم چون ما مباشران هستیم مباشر اختیار داره تا از اون عطا هر طور که میخواد استفاده کنه پس میتونیم از عطایا برای بنای پادشاهی خدا استفاده کنیم تا زندگی مردم رو همونطور که خدا میخواد بنا کنیم یا میتونیم از عطا به سود خودمون بهره منشیم یا اینکه کلا نادیده بگیریم این سه انتخاب هایی هستند که در هر لحظه از زندگی میتونین داشته باشین جلسه پیش حرف ویتنی هیستون پیش اومد الان میخوام درباره آدولف هیتلر صحبت کنم فکر میکنم عطای رهبری آدولف هیتلر بی‌نظیر بود تقریبا عطای ماورایی بود اون واقعا عطای رهبری در زندگیش داشت این عطای رهبری میتونست به سود آلمان ها یهودیان لهستانی ها و فرانسوی ها به کار گرفته بشه ولی به جاش به نحوی عطای خودش رو به کار گرفت که به یهودیان لهستانی ها فرانسوی ها و انگلیسی ها آسیب رسوند این فهرست ادامه داره فریدی مرکوری خواننده گروه کوین هم همینطور واقعا عطای ماورایی داشت میتونست یک استادیوم رو در چند دقیقه سر پا بکنه ویتنی هیستون هم همینطور بود ولی ابدیت در این مورد چطوری داوری میکنه ایسا حرفی میزنه که نباید ازش چشم پوشی بکنیم در متا 11 19 میگه حقانیت حکمت را اعمال آن به ثبوت میرساند ولی در لوقا 7.35 هم میگه حقانیت حکمت را همه فرزندان یا پیروان آن به ثبوت میرسانند حکمتی که این افراد هیتلر، ویتنی هیوستون، فریدی مرکوری و دیگران ازش پیروی می کردن چطور؟ این حکمت نه فقط الان بلکه با اتخاذ دیدگاهی ابدی چطور سنجیده میشه تنها در حضور تخت داوری از نتیجه مطلع میشیم داوری نمیکنم ولی عیسی میگه که باید ثمر حکمت رو بسنجین پس بیشک باید این کار رو بکنیم میخواید میراث شما چی باشه میخواید مردم در مورد شما چی بگن اونچه که مهمه این نیست که مردم درباره شما در مراسم یاد بودتون چی میگن بلکه مهم اینه که مردم در حضور تخت داوری مسیح درباره شما چی میگن چون پولس موقع حرف زدن در مورد عطایا در اول قرنتیان چهار یک تا 5 چیزی میگه پولس به طور خاص داره در مورد عطای خودش حرف میزنه آیه یک رو به خاطر دارین پولس میگه پس همگان باید به ما به دیده خادمان مسیح و مباشرانی بنگرن که راستهای خدا به آنان به امانت سپرده شده است پس موضوع پنج آیه اول مباشر عطا بودنه در مورد پولس این مکاشفه ی فیض خدا بود در مورد ما عطایای مختلفه اما ببینین در آیه پنج چی میگه سورپرایز میشین پس درباره هیچ چیز پیش از وقت قضاوت نکنید منظور از وقت زمانی که در حضور تخت داوری عیسی می تا اینکه خداوند بیاید و آنچه را که اکنون در تاریکی نهان است در روشنایی عیان خواهد کرد آنچه را که اکنون در تاریکی نهانه است در روشنایی ایان خواهد کرد و نیتهای دلها را آشکار خواهد ساخت آنگاه تشویق و تمجید هر کس از خود خدا خواهد بود دو داوری داریم تخت سفید داوری جایی که کسانی که مسیح رو به عنوان خداوند نپذیرفتن به خاطر گناهانشون داوری میشن و تخت دیگه تخت داوری عیسای مسیحه جایی که ما به عنوان ایماندار در قبال نحوه زندگی خودمون به عنوان ایماندار پاس گو خواهیم بود در مورد نحوه به کارگیری عطایامون جوابگو خواهیم بود پای تخت سفید بزرگ داوری هیچ کس از طرف خدا تمجید دریافت نمیکنه بر مسند داوری که اشخاص از سوی خدا تمجید میشن این یعنی پولس در مورد داوری کردن ایمانداران حرف میزنه حالا برای تاکید بیشتر میخوام قسمت آخر آیه رو دوباره بخونم او آن چرا که اکنون در تاریکی نهان است در روشنایی عیان خواهد کرد و نیت های دلها را آشکار خواهد ساخت آنگاه تشویق و تمجید هر کس از خود خدا خواهد بود پس به عبارت دیگه نه تنها اعمال ما بر تخت داوری سنجیده میشه بلکه انگیزه ها و نیت های دل ما که پشت نحوه استفاده از عطایای سپرده شده است هم برملا میشه آیا ممکنه از نظر انگیزه و نیت از عطایی که خدا به ما داده به بدی استفاده کنیم؟ بگذار اینطور بگم. دیگران فکر میکنند از عطایی که به ما داده شده جهت بنای پادشاهی استفاده میکنیم. اما در واقع ما به دنبال ارتقای جایگاه خودمون هستیم. فکر کنم داریم توی موضوع عمیق میشیم خب نمیخوام حس عجیبی بهتون دست بده ولی داریم در دل خودمون عمیق میشیم مثال شخصی براتون بزنم وقتی کارم رو تازه در کلیسایی که در دروس قبلی بهش اشاره کردم شروع کرده بودم کلیسایی که بیش از 400 کارمند داشت به یکی از بزرگترین کلیساهای آمریکا بود موقعیت شغلی بالایی به من داده شد مردم مرا میدیدن چون مستقیما به شبانم خدمت میکردم مستقیما به همه سخنرانان مهمان خدمت میکردم خب اون موقع از دعوا و و بحث بیزار بودم مثل بیماری کشنده ازش متنفر بودم و هر طور که بود ازش دوری میکردم مردم هم مرتب گفتم جان تو چه مرد خوب و مهربونی هستی چون حرفایی زدم که بقیه خوششون میومد حتی اگه حرفم غلط باشه در واقع دروغ میگفتم از مهربونی بقیه تعریف کردم ولی در واقع درست نبود همیشه به مردم حرفای خوشایند زدم پس یک روز دعا میکردم و رول گفت مردم میگن آدم مهربونی هستی گفتم بله معمولا نگه خدا این رو بگه فکر میکنین تعییده ولی طوری به من گفت که فهمیدم تعیید نیست میدونستم میخواد به چیزی اشاره کنه گفت پسرم آیا میخوای بدونی چرا فقط حرفای خوشایند به مردم میزنی؟ گفتم چرا؟ گفت چون از ترد شدن میترسی تمرکز محبتت کیه؟ خودت یا اونها؟ گفتم فکر کنم خودم گفت پسرم اگه مردم رو واقعا دوست داری حقیقت رو بهشون بگو باید با دلسوزی و محبت این کار رو بکنی ولی باید راستش رو بهشون بگی یادم میاد که این حرف زندگی من رو اساسا تغییر داد متوجه شدم که به نظر همه اطرافیانم آدم مهربونی ولی در واقع آدم خودخواهی بودم نمیخواستم ترد بشم نمیخواستم دوستان و روابطی که با آنها داشتم رو به خاطر گفتن حقیقت از دست بدم آیا چنین اتفاقی در مورد عطایای ما هم میتونه بیفته؟ بله، قطعا میتونه. معرفی مسنجر X فضایی کاملا جدید برای دانلود منابع و پخش ویدیوها. این یک کتابخانه دیجیتال از تابی منابع شاگردسازی از طرف جان و لیزا بیوه. شامل دروس ویدیویی، کتاب‌های صوتی، کتاب‌های الکترونیکی، فیلم‌های کوتاه و کتاب مقدس. این فضای جدید بر روی تمام دستگاه‌های شما قابل کاربرد است. کاملا <applause> رایگان <applause> و در 111 زبان شاگردسازی برای همه در همه جا. اپلیکیشن را از مسنجر X دانلود کنید. داستانی رو براتون تعریف کنم که اوایل موقعی که در اواسط دهه نوت سفر میکردم به زندگی من شکل داد فکر کنم اواسط یا اواخر دهه نوت بود نه دقیقا اواخر دهه نوت بود فکر کنم از من خواسته شد در کنفرانسی در ایالت مرکزی آمریکا سخنرانی کنم چند سخنران دیگه هم اونجا بودن و اون شب نوبت به من رسید که حرف بزنم موقع سخنانی و موعظه خدا معمولا پیغامی مستقیم به هم نمیده فقط در دلم چیزی رو حس میکنم اون روز صبح تو اتاق هتلم بیدار شدم و تقریبا به وضوح صدای روح القدس رو شنیدم که میگفت پسرم امشب میخوام در مورد دام شیطان حرف بزنی باید بدونین که از چاپ دام شیطان چندین سال میگذشت چهار یا پنج سال این پیغام رو در سراسر کشور موعظه کرده بودم این کتاب مطرح و پرفروشترین کتاب کشور شد و در واقع اون موقع داشتم کتاب دیگه ای می نوشتم اون موقع دو کتاب بعد از دام شیطان نوشته بودم و کتاب جدیدم رو داشتم می نوشتم و اصلا فکر می کنم سه یا چهار کتاب از کتاب دام شیطان می گذشت وسط نوشتن کتاب جدیدم بودم و مسلما پیغام در دلم تازه و در دسترس بود با خودم گفتم خب پس امشب دام شیطان رو معیزه می کنم یادم میاد که به کنفرانس رفتم و شبان کلیسا به ام گفت مردم از سراسر کشور اومدن تا پیغام امشب رو بشنون توی اتاق پشت استش با شبان حرف می زدم و میتونستم هیجان رو توی صداش بشنبم. وقتی وارد سالن جلسه شدم هیجان رو حس میکردم و حسی توی وجودم میگفت جان مردم از شهرهای دور اومدن احتمالا هم دام شیطان رو خوندن با پیغام کتاب آشنا نمیخوام دام شیطان رو موعظه کنم میخوام پیغام جدیدی که دارم مینویسم رو موعظه کنم با خودم فکر کردم صبح به وضوع پیغام خدا رو شنیدم پس میدونم به چیکار کار کنم یادم میاد وقتی شبان منو معرفی کرد انرژی جماعت من رو از مویزه کردن دام شیطان باز داشت و به سمت مویزه کردن در مورد پیغام جدیدی که کتابش رو می نوشتم کشون خیلی هیجان انگیز بود انرژی خیلی بالا بود مردم سر پا می استادن جمله می گفتم و مردم سر پا می و اینطوری یا اینطوری می کردن. جلسه تموم شد و انرژی عالی بود برگشتم به اتاق پشت استیج همه خوشحال و راضی بودند شبان ها و رهبران خوشحال بودند میگفتن چه پیغام عالی مویزه کردی برگشتم به هتل صبح روز بعد در همون اتاق بیدار شدم روی همون تختی که صبح روز قبل خدا به من گفته بود باید دام شیطان رو معزه بکنم چش باز کردم ولی حس میکردم که انگار یه کیسه شن روم گذاشتن احساس سنگینی می کردم فورا فهمیدم به خاطر نااطاعتی من از خداست یادم یاد به سختی خودم را از تخت بیرون کشیدم و زانو زدم و به خدا گفتم خدایا من دام شیطان رو معزه نکردم دیشب از تو نااطاعتی کردم یادم یاد گفتم خداوند و متاسفم لطفا منو ببخش اون سنگینی از من برداشته نشد غم برداشته نشد یادم میاد چمدونم رو بستم و رفتم به فرودگاه چون قرار بود برم غرب کشور برای موعظه در سندیگو هیچ وقت فراموش نمی کنم. احساس سنگینی می کردم. حس می کردم از درون دارم می میرم. یادم میاد هواپیمای من دو ساعت تاخیر داشت و در فرودگاه با غم و حس سنگین راه می رفتم. سوار هواپیما شدم و سه چهار ساعت تو راه بودم. بدم یاد هواپیما بالای سندیگو رسید و یک دفعه حزن و سنگینی از من برداشته شد. غم مثل پروانه از من پرکشید. با خودم فکر کردم خداوندا امروز صبح کنار تخت اتاق هتل زانو زدم و خواستم که منو ببخشی چرا گذاشتی این سنگینی غم و حزن همه روز با من باشه و روح القدس به وضوح با من حرف زد گفت پسرم چون میخواستم سنگینی نااطاعتی رو حس بکنی شبانی توی کنفرانس دیشب بود و باید پیغام دام شیطان که بهت سپرده بودم رو بهش میرسوندی ولی او پیغام رو نشنید گفتم واو خداوندا یادم میاد خدا گفت پسرم این یه شهر جدیدیه از من اطاعت کن میدونین این حس محکومیت نبود اما حس میکردم کاملا متقاعد شدم این تجربه باعث شد از اون موقع تا حالا این اشتباه رو تکرار نکنم بعد از اون دیگه هیچ وقت چنین اندوهی رو احساس نکردم وقتی به هم گفت شبانی بین جمع بود که باید پیغام رو میشنید متوجه شدم که همه ما چیزی ارزشمند رو در خودمون حمل میکنیم وقتی خدا این عطا رو به ما میسپاره میتونیم به نحوی اون عطا رو به کار بگیریم که دیگران متوجه اون بشن مثلا شاید در تیم پرستش کلیسا باشین و سر هر جلسه تمرین برین یک صبح زود برین بمونین و هر سه جلسه رو شرکت کنین هر چقدر که کلیسا جلسه داره و فقط به خاطر اینکه مردم شما رو ببینن این کار رو انجام میدین دنبال شوهر یا زن هستین و میخواین بقیه شما رو بشناسن ولی اعتبار خودتون رو در قبال اون عطا و به خاطر همه کارها و تمرین هایی که کردین از دست میدین چون انگیزه شما غلط بوده منظور پولس هم از آشکار کردن های دل همین بود چرا از این عطا استفاده کردیم؟ این منو حسابی میترسونه وقتی میشنوم به میگن چون به پول بیشتری نیاز دارن موعظه میکنن اونا به خاطر پول موعظه میکنن به اونا میگم آیا واقعا اینطوره واقعا به جلسات مختلف میرین چون به پول اضافی نیاز دارین گفتم که میدونم دارم روک حرف میزنم 61 سالمه در کلیسا پدر به حساب میام چون نمیخوام به این دام بیفتین این حرف رو میزنم نباید این کار رو بکنیم قرار نیست عطای خودمون رو به کار بگیریم تا برکات مختلف به دست بیاریم ما عطا رو جاری میکنیم چون خدا میخواد به واسطه ما چیزی رو به مردم برسونه به همین خاطر این کار رو انجام میدیم و بعد خدا میگه کارگر مستحق مزد است در این مورد بیشتر باید حرف بزنیم می نشونتون میدم که از نظر روحانی چطور چنین اتفاقی ممکنه بیفته اگه به بلعام دقت کنید بلعامی که نبوت میکرد و نبوتاش هنوز در کتاب مقدس موجوده نبوتاش درست بودن هزاران سال بعد هنوز داریم نبوتاش رو میخونیم ولی بلعام قضاوت کرد چون انگیزه هاش غلط بودن اگه به داستان موسی هم دقت کنیم میبینی که خدا بهش گفت سنگ رو خطاب قرار بده و من برای سیراب کردن اسرائیل بهت آب میدم موسی عصبانی شد به صخره ضربه زد صخره رو خطاب قرار نداد به صخره ضربه زد میدونی چی شد آب از صخره جاری شد و سه میلیون نفر آب خوردن حرف مردم رو در این مورد تصور کنین چرا به موسا شک کردیم آخه خدا بارها نشون داد که دستش بر است وسط بیابون برای سیراب کردن سه میلیون نفر آب پیدا شد چه رهبر مقدسی وقتی آب خوردن و تمام شد خدا به موسی میگه به اینجا میخوام باهات حرف بزنم خدا به موسا گفت به خاطر انگیزه نادرستت به سرزمین وعده وارد نمیشی ولی بله معجزه شد عطا عمل کرد ولی به خاطر ناعتاعتی از من به سرزمین وعده وارد نمیشی به چیز رو بگم انگیزه ها برای خدا خیلی مهمند برگردیم به حرف پولس که در جلسات قبلی در موردش صحبت کردیم اول قرنتیان 9 16 تا 17 زیرا اگر بشارت دهم مرا فخری نیست چرا که ناگزیر از آنم بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم زیرا اگر به اختیار این کار را انجام می دادم از پاداش برخوردار می بودم از عطای خودتون برای سود شخصی استفاده نکنین به نحوی عطای رو به کار بگیرین که انگار می دونین خدا نیاز شما رو رفت می کنه خدا دستور داده که مبشرین انجیل باید با انجیل زندگی کنن پس بگذارین انگیزه شما خدمت کردن به مردم باشه ما دو نوع انگیزه داریم انگیزه های خودخواهانه و انگیزه های فداکارانه یا از خود گذشته اول در مورد انگیزه های فداکارانه صحبت کنیم انگیزه های انگیزه هایی هستن که میگن من چه کار میتونم برای شما بکنم انگیزه های فداکارانه میگن خدمت کردن به دیگران با توانایی که به من سپرده شده مایه افتخاره من تمام تلاشم رو میکنم مهم نیست از این کار چی به من میرسه این انگیزه های فداکارانه است کسی که انگیزه های فداکارانه داره میگه من به حرکتم ادامه میدم خیلی ها رو تحت تاثیر قرار میدم ولی انگیزه های خودخواهانه چنین حرفایی میزنن چی به من میرسه از توانایی که دارم چی گیرم میاد؟ چرا باید کارم رو کامل انجام بدم وقتی چیزی به من نمیرسه؟ من موفقم. من میتونم استراحت کنم. میتونم کنار بکشم. این دوره رو ما در سالی زبط میکنیم که خیلی خیلی سخت میگذره. همگیری کرونا، تفرقه نژادی، مشکلات مالی و بیماری بسیاری رو آزار میده. و همش این وسوسه هست و احساس می کنم خیلی ها میخوان عقب نشینی بکنن فکر می کنم به همین خاطر خدا مهیا کرد تا این دوره زبط بشه چون انگار مردم میخوان منفعل بشن با خودشون میگن نمیخوام وارد بحث بشم قصد ندارم کسی نگاه تندی در مورد من داشته باشه نمیخوام حرف اشتباهی بزنم به نظر انگار داریم به حالت منفعل کشیده میشیم ولی باید به حرف عیسی اشاره کنم عیسی گفت تا بازگشت من تجارت کنید کلمه تجارت به معنی کار کردنه به عبارت دیگه این کلمه یعنی کار کنید تا من برگردم الان وقت منفعل شدن نیست اتفاقا باید در بشارت پادشاهی خدا قویتر عمل کنیم عطایای به کار بگیریم تا زندگی مردم رو بنا کنیم حرکت های عظیم خدا همیشه در دوران سخت رخ داده الان وقت بلند شدنه اگر موقع نگاه کردن این مجموعه سال سختی رو پشت سر میگذارین باید بگم که منفعل نشین در قبال عطایایی که خدا در زندگیتون قرار داده جدیتر عمل کنین تا الان در مورد این صحبت کردیم که به هر یک از ما عطایایی سپرده شده و همچنین فیض به کار گرفتن اونها هم به ما داده شده در مورد مسئولیت مباشران هم صحبت کردیم در جلسات باقی مانده میخوام در مورد نحوه کشف عطایا و پرورش اونها صحبت کنم درس های خیلی خیلی هیجان انگیزی رو پیش رو داریم در درس هفتم میبینمتون معرفی مسنجر ایکس فضایی کاملا جدید برای دانلود منابع و پخش ویدیوها این یک کتابخانه دیجیتال از تاوی منابع شاگردسازی از طرف جان و لیزا بیوه شامل دروس ویدیویی کتابهای صوتی کتابهای الکترونیکی فیلمهای کوتاه و کتاب مقدس این فضای جدید بر روی تمام دستگاه های شما قابل کاربرد است کاملا رایگان و در 111 زبان شاگردسازی برای همه در همه جا اپلیکیشن را از مسنجر X دانلود کنید